7-8 سال 10 سال پیش یه مدلی توی شبیه‌ساز داشتم باز نگاه می‌کردم، بقیه همه جت‌ها بودن که سرعت بالا می‌رفتن، این ولی پیستونی بود، موتور پیستونی بود، سرعت می‌بینی واه 350 400 چجوری لامصب چجوری می‌ری با چه سرعتی می‌ری، مثلا کنترلش واقعا سخت بود، کنترلش دردسر، وقتی سرعت میگیره دیگه نمیشه کنترلش کرد، به در دیوار سریع میخوره، راست میخوره، زمین میخوره بالا، بعد از چشم دور میشه، یه ذره حواست نباشه اصلا از فهم همشون نمیدونی، اونقدر ریز میشه که نمیتونی ببینی، ولی خب ماها دیوونه سرعت دیگه، خب اصلا حال میکنیم با سرعت، خب هواپیما هم یه ذره غیر مو چیز غیر عادی باشه بیشتر ما طالب میشیم حال میکنیم، با ما نرمالی که دست هم ازش من رو تو حال نمیکنیم کس. آقا شبیه‌ساز نگار رفتم دو تا سه تا پاپو خیلی خفن بود، عجب هواپیمای خفنیه، اون زمان یه موتور 55 نو داشتم یادم، میخواستم کار بسازم، گفتم آقا ول کن بابا، اول اینو پرواز بدیم، این مثل پرواز میکنه، ما این همه زور زدیم رفتیم با چیز مازیار، اولین پروازش رفتیم ترقوز. آره بدون کال رفتیم ترقوز و چیز زدیم، استارت زدیم و استارت خوب، موتور 55 خوب کار میره، انصافا 55 خوب کار میره، موتور گاز گرفت خوب، همچین موتور گرم شد، بعد یه تیکاف خوب و ترتمیز رفتم و تیکاف رو همون دور اول دیدم نه استیبله، خلاصه گازشو گرفتیم و دو سه تا دور رفتیم دیدم نه عجب خوب میره. آره بعد مازیارم تو فیلمه هستش میگه نه عجب، چی گفت یه اصطلاح خاصی استفاده کرده، شستیر میره، برخلاف اون چیزی که تو شبیه سازه یه ذره که گاز میدی دیگه استیبل نیست، دیگه نمیتونی کنترلش بکنی، البته من الیویتور همچون مردونه گذاشته بودم، رادرش کوچیک بود ولی الیویتور همچون بربری بود، یعنی اصلا تعارف نداشتم تو الیویتور، یه بربری این قدره گذاشته بودم رو دو، یه پرواز خیلی خوب داشتم یادمه که پرواز خوب منظم مرتب لو پس بعد یه دونه چیز میرفتم گلدفیش، البته گلدفیش رو خیلی با احتیاط میرفتم، اولین پرواز که نمیدونی گلدفیش یه خرکی بزنی و بالا بدنه بپاشه از تنکه، نمیدونستم که چی از آن بمید، همه چی موتور سوختی، بعد رو فومبورد فلان، اصلا یه ترکیب عجیب غریبی بود، خودم هم نمیدونستم چی جواب میده، ولی خب خیلی خوب جواب داد، خوب جواب داد و اومدیم یه سه چهار تا دور زدم، یه دو سه تا لو پس رفتم از بالای سر مازیارو، یه لندینگ خوب داشتیم، بعد از لندینگ دو سه تا عکس یادگاری گرفتم که این عکس ها در حقیقت بعد از لندینگ بود، که خیالم راحت شد که این هواپیما و هواپیمای خوب و میزون درست درمونیه، همینه که من میخوام، یک سرعت خوب، دو فرامین به شدت تیز، سه استیبل، اصلا احساس نمیکنی که این هواپیما داره از دست در میره، کاملا تو دست، همه اون شرایطی که من میخواستم داشت، خیلی خوشحال بودم، عجب هواپیما خوشگل و تختمیش. برای جلسه دوم اومدم چیکار کردم، کال درست کردم براش، کالشو تنز درست، کالم سخته دیگه با فومبورد چسب حرارتی میخوای کال درست کنی برای موتور سوختی، موتور سوختی که خودش کلی گرما داره، خب چسب حرارتی رو آب میکنه زهره ماجرا دیگه، درجه مجبور بودم با کاوره اینو پوشش بدم که اگه چسب حرارتی یه ذره شل شد این کاوره اینو نگه داره، خب یه اسپینر خیلی خوشگلی هم گذاشتم رو سرش که دقیقاً با شکل بدن قرمز رنگ، شکل بدن اول هم رنگ بشه، دوم من بادو کامل پوشش بده، یعنی یک شکل کامل در بیاد، نوک تیز یک شکل تا انتها، خیلی خوشگل در اومد، خیلی خوشگل در اومد برای پرواز دوم. پرواز دوم باز دوباره با مازیار رفتیم، با مازیار رفتیم و این دفعه دیگه گفتم آقا اشیال اشیال